ظهور داعش خوبی های هم داشت. سالها بود یک سوال بزرگ ذهنم را سخت درگیر کرده بود و آن هم آثار تمدن 2500 ساله هم بود. چرا فقط یک تخت جمشید و یک پاسارگاد ویران به جامانده است؟ درسته که یک چهارم موزه لوور متعلق به تمدن ایرانه، ولی همچین تمدنی باید وسعتی بزرگتر از لوور داشته باشد. پس کو؟ چرا هیچ دست نوشته‌ای نیست؟ فقط منشور کوروش بزرگ مگر میشود؟ و خیلی مسائل و چراهای دیگر. حقیقتا داشتم به وجود همچین تمدنی شک میکردم. داشتم کم کم جمله مطهری را که میگفت دین اعراب برای ایرانیان همانند آب گوارایی بود که به گلوی تشنه خوش آمد و به همین دلیل ایرانیان اسلام را با آغوش باز پذیرفتند را باور میکردم. تا اینکه ناگهان داعش آمد. داعش آمد و مشت را نشانه خروار کرد. تمام کتاب ها را سوزاند، از کتب تاریخی تا کتب علمی همه را به جرم شیطان پرستی و ضدیت با خدای یکتا آتش زد. داعش تمام آثار باستانی چندین هزار ساله را تبدیل به تپه‌ای از خاک و خاکستر کرد. شهرها را ویران کرد، انسانها را از محل سکونتشان فراری داد و همه کاخها و آثار تمدن باستانی را به جرم بت‌پرستی ویران کرد. به نوعی که یک روز بعد اثری از آن باقی نماند، چه برسد به هزار سال بعد. داعش و اعتقادات آنها مستند زنده‌ای از اعراب و باورهای ظالمانه آنها در 1400 سال پیش است. داعش زبانهایی را که شکوه و ابهت مناطق اشغالی را بازگو میکرد از حلقوم بیرون کشید و اجازه نداد حتی کودکی از خاطرات گذشته تاریخ کشورش حرفی بزند. داعش همه را به وحشت انداخت و با گلوله و آتش افکار آنها را پاکسازی نمود تا دیگر کسی نه جرأت حرف زدن از گذشتهش را داشته باشد و نه چیزی به یادش مانده باشد. اینا که پس از 1400 سال این گونه تجاوز و سربریدن انجام میدهند، ببین در زمان حمله به ایران در عهد ساسانی چه بر سر ایران متمدن و یکتاپرست نیاکانمان آوردند. اینجا بود که فهمیدم چرا هیچ دستنوشتی از تمدن کهن ما باقی نماند، چرا تنها یک کتیبه از پستوی خانه‌ای پیدا شد و چرا دانشمندها پس از هزاران سال تنها ذره‌ای از تمدنی به آتش کشیده را از زیر خروارها خاک بیرون کشیدند. داعش خیلی خوب پاسخ تمام پرسش‌های بسیاری از ما را داد، به طوری که با تمام وجود معنی کتاب دو قرن سکوت استاد عبدالحسین زرین‌کوب در آغاز حمله ایران به سرزمینمان را با تمام وجود حس کردم. یای درود بفرستیم بر روان همه زنان، مردان و کودکانی که در برابر وحشیگری و تجاوز اعراب به سرزمینمان در 1400 سال پیش ایستادند و به شهادت رسیدند، و همه سرداران دلیری همچون بابک خرمدین، مازیار و ابو مسلم خراسانی که با تمام وجود در برابر عرب شدن ایرانی ایستادگی کردند و امروز در سرزمین خود نه نامی دارند و نه زیارتگاهی.